بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من مهرنگ خزایی هستم، روانکاو بالینی، و این برنامه ایست علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد داروها و درمان اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من راجع به استرابه و یا انگزایتی که یک نوع احساس نگرانی و دلهوره است که یک فرد در خودش احساس میکنه و ریشه اون از کودکی سرچشمه میگیره، مثل یه واقعی که در گذشته اتفاق افتاده و اون فرد به شدت ترسونده شده و این ترس در عمق فکر ناخودآگاه فرد جای گرفته و ایجاد استراب کرده و خود فرد هم به اون آگاهی نداره، اما علائمش، نشونه هاش به صورت دلهوره هر روز خودش رو در زندگی اون فرد نشون میده. استراب با ترس فرق میکنه، چون ترس منشأ خارجی داره ولی استراب منشأ درونی داره. حافظ میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا تو بالا از خودتون پرسیدی من کیم؟ من کیم؟ چرا اینطور فکر میکنم؟ چرا همیشه مضطرب و نگرانم؟ افسردم؟ چرا زود عصبانی میشم؟ چرا گناه‌های شکستمو به گردن این و اون میندازم؟ نقاط ضعفم، عیب‌های شخصیتم که به اون آگاهی ندارم یا اینکه اونا رو نادیده میگیرم کدومه؟ قضاوتم در مورد آدم‌ها و ارزش‌های زندگی چیه؟ روشم در مورد عشق، ازدواج، طلاق، مسائل جنسی و افرادی که دور و برم رو گرفتن چیه؟ آیا زیاد من خودخواهم یا فوق‌العاده حساس؟ اصلا هدفم در زندگی چیه؟ من کیم؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ هر وقت که شما منصفانه در مورد خودتون قضاوت کردین، اون موقع میتونید بفهمید که چرا غافل از احوال دل خودتون هستید و به علل بسیاری از مشکلات خودتون پی ببرید. الان آمار نشون داده که در آمریکا میلیون ها نفر دچار کشمکش های عاطفی هستن و از مشکلات روانی رنج میبرن. زمین و زمان رو سرشون میذارن که چرا من؟ چرا کسای دیگه خوب زندگی میکنن؟ چرا رابطه های خوب و عاشقانه دارن؟ بعض مالی خوب دارن؟ ماشین های قشنگ دارن؟ خوشبختن؟ ولی من باید همش در زندگی با شکست مواجه بشم؟ چرا من نمیتونم یه رابطه خوب با افراد نگه دارم؟ چرا با هر کی که تو رابطه عاطفی میرم بعد از یه مدت منو ول میکنن و میرن؟ اون وقت به جای اینکه اونا بفهمن که چرا زندگیشون با دیگران فرق داره، سعی میکنن که دردهاشون رو با پناه بردن به الکل و مواد مخدر پنهون کنن و همیشه هم در افسردگی و اضطراب به سر ببرن. فروید یکی از دانشمندان علم روان معتقده که بیشتر ناراحتی های انسان از عقده های درونیه که با اون مواجه هستن و برای جبران این عقده ها دائم در تلاش و مبارزه هستن. کارل یونگ، یکی دیگه از دانشمندان روانشناس، عقیده داره که وجود مذهب میتونه خیلی به کمک به اصلاح کردار و رفتار انسان ها بکنه. حالا با وجود این نظریه ها، همه ما زیر یک آسمون یکسان در یک دنیای پر از جوش و خروش و متلاطم داریم زندگی میکنیم، هر کدوم برای این که بتونیم از لحاظ جسمی، عاطفی، اقتصادی زنده بمونیم دائم در حال مبارزه و تلاشیم و خودمون رو تبدیل کردیم به یک انسان مضطرب. من در مورد خودم برای شما بگم، منم مثل شما سالهای زیادی با کشمکش‌های زندگی مواجه بودم، ولی بعد از مطالعات زیاد متوجه شدم که انسان در زندگی همیشه خودش رو ناامن احساس میکنه و مضطرب زندگی میکنه، مضطرب هم از این دنیا میره. برای رفع این اضطراب‌ها به مذهب پناه میبره که یک حس آرامش در خودش احساس کنه، یا از لحاظ عاطفی که به خاطر اینکه اون عشق و محبت رو بگیره به دیگران پناه میبره، و وقتی که قادر نباشه که اون آرامش رو از اونا بگیره، اون موقع دچار کشمکش ها و عقده های درونی میشه که نتیجه اون افسردگی و استرابه.
ولی اگر همون انسان مضطرب خودش رو بهتر بشناسه و اون ترسای درونی رو که از بچگی درش فرم گرفته رو اصلاح کنه و بدونه که یک کودک بی‌دفاع بر اثر بی‌التفاتی پدر مادرش نباید سرزنش بشه و حتی همون پدر مادرهایی که نتونستن تمایلات روانی بچه خودشون رو ارضا کنن، اونها هم نباید ملامت می‌شدن، برای که اونا هم خودشون هیچ وقت همه عشق و محبت و دوستی رو نچشیده بودن. به جای اینکه ما مشکلات و ترسای درونی خودمون رو به گردن اینا بندازیم، بهتر سعی کنیم که اونها رو بفهمیم، درکشون کنیم و خودمون رو از اون کشمکش‌های درونی آزاد کنیم. از اون آدمی که همیشه نگران، عصبانی، افسرده است یا آدم خوشحال با فکر مثبت بسازیم. سلامتی روح ما یه علمه که میتونیم به همه افراد یاد بدیم، ولی برای یاد گرفتن این علم شما نباید به افکار و عقاید خاص خودتون که بیشترم نتیجه تجربیات تلخ گذشته است بچسبید. باید ترس ها و تجربه های تلخ گذشته رو کنار بگذاریم. اون موقع میتونید تاریکی ها و روشنی های شخصیت خودتون رو با هم مقایسه کنید و بعد با اراده محکم میتونید بر اون تاریکی ها غلبه کنید. اگه دنبال آرامش میگردید، اگر دنبال زندگی بهتر میگردید، باید نواقص شخصیت خودتون رو اصلاح کنید. حالا ممکنه شما سوال کنید که آیا رفتار و طرز فکر من در مورد زندگی و افراد تغییر یافتنی هست؟ چون بعضی ها معتقدن که شخصیت افراد هرگز تغییر نمی کنه. اونا میگن عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود، و یا اینکه میگن نیش عقرب نه از ره کین است، اختصای طبیعتش این است. یعنی آدم همینه که هست، هیچ وقت هم عوض نمیشه. جواب من به شما اینه که تجربه و تحقیقات دانشمندان نشون داده که هر یک از افراد بشر رفتارشون و فکرشون قابل تغییر و بهتر شدنه. دانشمندان الان معتقدن که ژن افسردگی و اضطراب در کودکانی که از مادر افسرده و مضطرب به دنیا میان درشون هست، ولی این دلیل نمیشه که اونها افسرده یا مضطرب باشن، مگر اینکه خودشون رو در جاهای استرسفول بگذارن. بنابراین وقتی که شما اراده قوی داشته باشین و بخواین که شخصیت خودتون رو عوض کنین، میتونید عوض بشین. خود به درونتون نگاه کنین، ببینید چرا شما عصبانی، چرا به دیگران اعتماد نداری، چرا فکر میکنی همه دروغگوان، چرا همش افکار منفی داری. خب معلومه همه اینا در رابطه شما با افراد اثر میگذاره. بعد اون موقع میگین که چرا من با هر کی تو هر رابطه عاطفی میرم، بعد از یه مدت یا هر رابطه میرم بعد از یه مدت منو ول میکنن و میرن. خب شما نمیتونید با افکار منفی زندگی کنید بعدم انتظار یک رابطه خوب داشته باشید. خودتون رو آزاد کنید. والتر فیلسوف فرانسوی میگه که انسان در همان لحظه که تصمیم میگیرد آزاد باشد، آزاد است. حالا بینندگان عزیز اجازه بدیم بعد از این مطالب من براتون آهنگ انتخاب کردم گوش کنیم. بعد من براتون توضیح خواهم داد که عوامل اضطراب چیه و تحقیقات جدید در مورد اون و در مورد درمانش چی هست. آهنگی که من براتون انتخاب کردم از مهدی محمد خانی است، بانویی که بعد از 35 سال در ایران تک خانی کردن و با اون صورت زیبا و صدای جادوییشون برای ما میخونن: به کجا چنین شتابان، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری ز غبار این بیابان. چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما رو. گوش میکنیم.
خدا را تو از این کبیر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را. بسیار آهنگ زیبایی بود و خیلی دلنشین. خب حالا من برای شما بگم که استراب از کجا میاد، ریشه اون چیه،
همونطور که گفتم استراب یه نوع احساس نگرانی و دلهوره است که یک فرد در خودش احساس میکنه که ریشه اون از کودکی سرچشمه میگیره، مثل یه واقعی که در گذشته اتفاق افتاده و فرد به شدت ترسیده و این ترس در عمق فکر ناخودآگاه جا گرفته و ایجاد استراب کرده و خود فرد هم به اون آگاهی نداره، اما علائم و نشونه‌هاشو به صورت دلهوره در زندگی میبینه. همونطور که گفتم استراب با ترس فرق میکنه. ترس منشأ خارجی داره ولی استراب منشأ درونی داره. حالا عوامل استراب چیه؟ یکی از عوامل استراب ژنتیک و یا ارثیه و اونم تحقیقاتیه که به روی دو قلوهایی که از والدین مضطرب به دنیا آمدن نشون داده که ژن به خصوصی در مورد اون نقش نداره، بلکه ترکیبی از ژن‌های دیگه. فروید یکی از دانشمندان روانشناس عقیده داره که استراب هسته مرکزی حالت‌های روانی یا نوروتیک است و استراب رو یک ترس روانی میدونه. ترس از اینکه مبادا تجربه‌های دردآور گذشته دو مرتبه یادآوری بشه. فروید استراب رو به سه دسته تقسیم کرده. یکی استراب ناشی از رویدادهای روزمره و ترس‌های اون، مثل ترس از حیوانا، ترس از بیماری، ترس از موش، مارمولک، سوس، ترس از شکست رابطه‌ها، ترس از بیپولی، ترس‌هایی که روزمره هستن. یکی استراب اخلاقیه که منشأ اون مثل تهدید وجدان اخلاقی اون هاست. یکی هم استراب روانیه که از غرایز و کشمکش‌های درونی سرچشمه میگیره. فروید باور داره که مهمترین و اولین عامل تربیت در دوران کودکی استرابه، چون در این دورانه که شخصیت کودک شکل میگیره و رفتار پدر و مادر و اولیای مدرسه میتونن اثر خیلی قابل توجهی در رشد شخصیت کودک به وجود بیارن. در بعضی از فرهنگ‌ها بعضی از پدر مادرها با سختگیری‌هایی که به فرزندانشون می‌کنن، مثل عصبانیت، سرزنش، ترسوندن، کتک زدن بچه، اینا اثرات بسیار منفی در شخصیت اون کودک به وجود میارن که بعداً در بزرگسالی اون سختگیری‌ها تبدیل به اضطراب میشه. حتی ملاحظات و وسواسایی که پدر مادر روی کودک انجام میدن که تو باید از همه بهتر باشی، درست از همه بهتر باشه، همه کارات باید از روی اصول باشه، یا اینکه کودکانشون رو با بچه های دیگه مقایسه کردن، همه نقش مهمی در به وجود آوردن استراب در کودک دارن. بسیاری از کودک ها هستن که از محیط مدرسه، از معلم آزار و اذیت میبینن و نمیتونن در خانواده‌شون رو پیش پدر مادر مطرح کنن. پس مدرسه رفتن برای اونها با استراب همراهه و شخصیت اونها یواش یواش دچار تنزل میشه. حالا ممکنه که اون کودک وقتی هم که بزرگ شد دکتر هم بشه، مدرک دکتری هم بگیره، آدم مهمی هم بشه، اما از یک استرابات ناشناخته همیشه رنج میبره و اون استراب در رابطه با زمان حالش نیست، بلکه برمیگرده به همون دوران کودکی و مدرسه و آزار و سرکوبیایی که اون موقع‌ها در زمان بچگیش داشته. همونطور که فروید میگه در دوران کودکی صحبت از ارتقاء شخصیت و شخصیت کودک به وسیله پدر و مادر رو به وسیله همون رفتار پدر و مادر و اولیای مدرسه صورت میگیره و باعث رشد شخصیت در کودک میشه. بعضی از کودک ها متاسفانه توی خانواده های بزرگ میشن که دائم هدف سرکوبی و استثمار پدر و مادر قرار میگیرن، به این معنی که اون پدر و مادر ها فکر میکنن که چون اینها رو به دنیا آوردن میتونن هر کاری که مایل هستن از طریق خشونت، فشارهای جسمی، روحی، کتک زدن، اذیت کردن با اون بچه ها بکنن. اونا کودک رو مثل یه برگ سفید، یه کاغذ سفید فرض میکنن که هر چی میخوان روش میتونن بنویسن. فکر میکنن که یه کودک انسان نیست، احساس نداره و با اون آزار و اذیت های خودشون اونو در بزرگسالی به یک فرد مضطرب و افسرده و عصبانی تبدیل میکنن.
و در بزرگسالی اون استراب ها در رابطه بر توی زناشوییشون و عاطفی و با افراد اثر میذاره. الان زنها و مردایی هستن که به دلیل استراب قدرت صحبت کردن راجع به بسیاری از مسائل با همسرشون رو ندارن و اون باعث میشه که مشکل توی روابط زناشوییشون پیدا بشه و حتی اون به طلاق هم کشیده بشه. حتی تحقیقاتی نشون داده شده مادرانی که در زمان حاملگی دچار استراب بودن، فرزندان اونها هم از ترس ها و استراب های شدیدی برخوردار بودن. برای مثال مثلا مادرایی که جنگ رو دیدن یا در معرض ترس و استراب و فرار بودن، اون کودکی که به دنیا میارن اغلبشون در سنین جوونی یا تینیجر بودن اعتماد به نفس کافی ندارن و از یک استرابات ناشناخته رنج میبرن. حالا نشونه های استراب چیه؟ حالت های استراب همون آشفتگی فکری و جسمیه، مثل حالت بیقراری، نداشتن آرامش، عصبانی بودن، بیخواب، احساس خستگی، تپش قلب، دلشوره، اینا هستش. استراب انواع مختلف داره. یکی هستش بهش میگن که specific phobia که ترس های خاصیه، مثل همون استراب هایی، مثل ترس از حیوان ها، ترس از همون سوسک و موش و نمیدونم عنکبوت، ترس از جاهای بسته، ترس از بلندی. و این ترس ها در اواخر کودکی یا اوائل نوجوانی شروع میشه و در فرد دچار استراب میکنه. یکی هستش بهش میگن که اختلال وسواس، compulsive obsessive disorder. در این حالت اون فرد افکار و اعمالی رو برخلاف میل خودش تکرار میکنه. این بیماری میتونه وسواس فکری باشه یا وسواس عملی یا هر دو در اون فرد زاید بشه. توی وسواس فکری فرد قادر نیست که هم یک فکری رو از سرش بیرون بذاره، یا یه احساس یا یه عقیده ای رو، همینطوری هی تو ذهنش تکرار میکنه. تو وسواس عملی هم فرد به یه عمل تکراری یه کاری انجام میده، مثل که همه اش هی دستاشو میشوره، میترسه که یه دفعه جرم باشه، میکروب باشه. یکی دیگه از مهمترینش هست اختلال استرس پس از سانحه، پست تروماتیک استرس دیسوردر. یعنی در روانشناسی این رو بهش میگن انفجار، به موج انفجار. و این حالت مربوط میشه به حادث و سوانه‌ای که با استرس بسیار شدید روبرو شده، مثلا تجاوز، جنگ، نمیدونم آزارهای فیزیکی خیلی بد یا جسمی روحی خیلی بد. و اینها برای مدت طولانی دراز مدت در فرد میمونه. یکی از علائمش خوابهای تکراریه، مثل خوابهای مبهم، بعد پرخاشگری، افسردگی. و اگر که این معالجه نشه ممکنه که تا آخر عمر بمونه. یکی از جدیترینش دیگه استراب اختلال هراس، پانیک دیسوردر هستش، که در اون فرد دچار حملات استرابی ناگهانی میشه که معمولا چند دقیقه یا گاهی بیشتر به طول می انجامه. فرد احساس تنگی نفس میکنه، فشردگی توی قلب و سینه‌اش و تپش قلب میگیره، بعد عرق میکنه، میلرزه، بعد بعضی وقتا اصلا فکر میکنه که هارد اتک، یعنی سکته قلبی کرده. ولی این همون پانیک دیسوردره. به خاطر این و اینم به خاطر اینه که اون هورمون هایی که در خون هستن غیر عادی عمل میکنن. الان دانشمندان در دانشگاه بران در آمریکا یه نشونه هایی پیدا کردن که بعضی از حوادث استرس ها در زندگی باعث همون وحشت و علائم اختلال هراس میشه. و اختلال هراس رو به طور ناگهانی و اتفاقی نمیدونن. اونا میگن که معمولا 60 دقیقه قبل از اینکه بیمار اون رو احساس کنه این نشونه هاش میاد. حالا درمان استراب چیه؟ پزشکان از داروهای ضد افسردگی برای درمان استراب استفاده میکنن
و همینطور روان درمانی که به شما یاد میده که افکار منفی رو به مثبت تبدیل کنید. بعضی اوقات استراب ناشی از یه بیماری های دیگه هست و اگر که اون بیماری ها درمون بشه استراب هم از بین میره. دیگه چای یا کافئین، قهوه، نوشابه، شکلات، اینا همه به استراب کمک میکنن. برای همین اونا رو اگه متوقف کنید یه خورده ریلکس تر میشید. یا اینکه مصرف مواد مخدر یا الکل. ورزش خیلی کمک میکنه برای رفع استراب و همون آرامش. بنابراین متوجه شدین حوادث گوناگون زندگی نیست که در به هم زدن روحیه ما تغییر داد تاثیر میکنه، بلکه بیشتر واکنش های ذهنی ما در مقابل حوادثی که در سرنوشت ما تاثیر داره. شما باید برای داشتن یه زندگی متعادل، ما باید در خودمون یه شخصیت خوب پرورش بدیم، همون شخصیتی که توقع داریم دیگران در برابر ما داشته باشن. بعد با فکر خوب میتونیم احساس خوب برای خودمون درست کنیم، به شرطی که فکرمون مثبت باشه. به دیگران خوب فکر کنیم، خوشبین باشیم، از بدبینی دوری کنیم. همونطور که صاحب تبریزی میگه، یه شعر خیلی قشنگی حالا براتون میخونم، میگه این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت. دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود، گر درون تیره نباشد همانجاست، همه دنیاست بهشت. بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین و تا برنامه دیگه اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنم.